بخشاینده و نهایت مهربان. سلام خدمت شما دوستان عزیز، شاگردان عزیز، با امید از اینکه جور صحتمند و سرحال باشین خوش هستم که یک بار دیگر در خدمت شما عزیزان قرار گرفتیم. شاگردان عزیز، فصل دوم خود شروع میکنیم که قبلا که بود 7 درس در 6 درس در صف هفتم خوانده بودیم، با ادامه از او درس های خود ادامه میدیم. قبل از اینکه درس شروع کنم میخوایم یک مرور داشته باشیم از فصل گذشته. با ما یک جا تکرار کنیم. در فصل گذشته، فصل اول، کدام مفاهیم مهم خوانده بودیم؟ یکی تعریف کیمیا را خوانده بودیم. کیمیا را گفتیم که کیمیا علمی است که از تغییرات، تحولات دائمی ماده بس میکنه یا کیفی ماده بس میکنه. و همچنان دیگه گفته بودیم در مورد خود ماده خواندیم، گفتیم ماده هر آن چیزی که دارای کتله و وزن باشه و در فضا یک جای اشغال کنه به نام ماده یاد میشوه. و دیگه گفتیم ماده دو خواص داره، یک خواص فیزیکی و دیگه خواص کیمیایی. و همچنان خواص فیزیکیش هم نام گرفتیم که عبارت از گفتیم رنگ، بوی، جلا، ذائقه، دیگه گفتیم نقطه زبان، نقطه غلیان و دیگه خصوصیاتش که هر کدامش خواندیم. و درجه زبان گفتیم درجه حرارتی که یک ماده در او ذوب میشه. و همچنان درجه غلیان گفتیم درجه حرارتی که یک ماده در او به جوش میاد. و بر علاوه مفاهیم، چیزی که مهم بود اسام شناور و غیر شناور خوانده بودیم. اسام شناور گفتم اسامی که در آب غرق نمیشن، در روی آب قرار میگیرن. چرا غرق نمیشن؟ به خاطر که کثافتشان نسبت به آب کمتر میباشن. و اسام غیر شناور هم همچنان هدایت حرارتی را خوانده بودیم. این دفعه سلوات تمام این مفاهیم خواندیم. دفعه دوم در مورد انواع مخلوط‌ها، طریق جدا کردن از اینا میخوانیم. شاگردان عزیز، از فصل اول را که خوانده بودیم، با امید از اینکه کارخانگی را که به شما داده بودم تمرین را حل کنید، اونا را حل کرده باشین، به می امید و آوری میپردازیم به درس جدید خود. درس جدید ما است در مورد انواع مخلوط ها. خود مخلوط اولا چیز، مخلوط به چند نوع است و کدام چیز ما مخلوط گفته میتونیم. مخلوط چی است؟ مخلوط یک جا کردن دو یا چند شی، قسمی که به بسیار آسانی ما اونا را از همدیگر جدا کرده بتوانیم، به نام مخلوط یاد می شود. مخلوط چه قسم تعریف می کنیم؟ مخلوط یک جا کردن دو یا چند مواد را، قسمی که در بینشان تعامل کیمیایی صورت نگیرند یا هر قسمت از او قابل تشخیص باشد. مخلوط ها را به نو نوع تقسیم کردن. شما اگر نو نوع به ترتیب یاد بگیرین، شاید از پیش شما درست حفظ کردن نتانید. طریقه آسان از حفظ کردن نو نوع مخلوط به این طریقه می باشه. نو نوع مخلوط داریم: مخلوط جامد در جامد، جامد در مایع، جامد در گاز، بعد از او مایع، مایع در جامد، مایع در مایع و همچنان مایع در گاز. دیگه که می باشد گاز در جامد، گاز در مایع و همچنان گاز در گاز. یعنی یک بار جامد با هر سه حالت میگیم، جامد در جامد، جامد در مایع، جامد در گاز، بعد از اون مایع را با هر سه حالت میگیم و یک بار گاز هم میگیم. و این طریقه اگر شما یاد بگیرین یادتان نمیره. خب شاگردان عزیز، اینجا سوال پیدا میشه، خب مخلوط جامد در جامد، ما کدام چیز ما جامد در جامد گفتم میگم، کدام مخلوط است؟ مخلوطی است که ما بیشتر در روزانه هم از او استفاده میکنیم که دوش جامد باشه. زمانی که ما به خاطر غذا پخته کردن میریم، بیشتر غذاهایی که ما تهیه میکنیم به شکل جامد میباشن. مثلا زمانی که ما لوبیا را همراه نخود پخته میکنیم، یک مخلوط جامد در جامد گفتم میتوانیم که مثلا شاگردان عزیز ببینیم، در این کستک لوبیا و نخود از کدوش یک جا کردیم. این ما گفتم میتونیم که مخلوط است. چرا مخلوط میگیم است؟ به خاطر در بینش تعاملات کیمیایی صورت نگرفته. یعنی هر قسمتش به بسیار آسانی ما از همدیگه جدا کردن میتوانیم. و از جمله کدام نوع مخلوط است گفتم میتونیم از مخلوط جامد در جامد است. چرا جامد در جامد میگیم؟ لوبیا هم جامد است و همچنان گفتم میتونیم نخود هم جامد است. پس هر دوش مخلوط جامد در جامد است. خب نوع دوم مخلوط ها عبارت است
جامد در مایع، یعنی یک مخلوط جامد در مایع، یک موادی که جامد باشه او را در مایع حل کنیم، این مخلوط جامد در مایع گفته میتونیم. یک مثال از جامد در مایع ما گفته میتونیم، اگر ما نمک در آب حل کنیم جامد در مایع است. چرا؟ به خاطر خود نمک است جامد است و آب که میباشه مایع است. امیر یک بار کار میکنیم. خب شاگردای عزیز، میبینید که این آب میباشه. پس اگر ما در این هر جامد دیگر حل کنیم، پس یک مخلوط تشکیل میشه که ما را مخلوط جامد در مایع گفته میتونم. بریم. خب شاگرد عزیز، این مایع بود و این هم نمک که جامد است، دهی حل میکنیم. ببینین حل کردیم. یک نوع مخلوط است. مخلوط چرا ایره گفته میتونیم؟ به خاطر دو نوع مواد با هم دیگه یک جا شده است که مزه زیر کاملا تغییر دادن. اما ما گفته نمیتونیم که دهی تغییر کیمیاوی صورت گرفته. ما هر قسمت شد تشخیص داده میتونیم. اگر مخلوط به این طریقه باشه ما میتونیم جدا بسازیم، اما بسیار مشکل است. وقتی که ما ایره حرارت بدیم در این صورت آبش خشک میشه و نمکش باقی میمونه. این دومین نوع مخلوط بود که مخلوط چی بود؟ جامد در مایع، یعنی نمک در آب حل کردیم. خب شاگردان عزیز، نوع دیگه مخلوط که می باشه عبارت از مخلوط جامد در گاز می باشه. زیادتر وقت شما شاید متوجه شده باشین، زمانی که شمال میشه یا طوفان میشه، ذرات گرد و خاک میباشه در هوا یکجا میشه. خود خاک هم میفهمید که جامد است. پس او زمانی که در هوا یکجا میشه، هوا گاز میباشه. پس یک نوع مخلوط تشکیل میده. پس یک کدام نوع مخلوط گفته میتونیم؟ مخلوط جامد در گاز. خب از بخش جامد خلاص شدیم. جامد در جامد هم گفتم، جامد در مایع و جامد در گاز هر کدام شب و مثالاش گفتم. نوع دیگه مخلوط هم گفتیم که مخلوط مایع در جامد. مایع در جامد چی معنا؟ یعنی یک جامد باشه که در خود مایع را حل کرده باشه. یک نوع جامد داریم در خود مایع داره که عبارت از او را کاپر سلفیت یا نیل توتیا میگیم، که زیادتر شما میفهمید که نیل توتیا که از رنگ آبی بسیار مقبول داره و از او در رنگ کردن بعضی کالاها استفاده میشه. میبینیم با همه اینجا؟ خب شاگردای عزیز، این که میبینین کاپر سلفیت یا نیل توتیا میباشه. این اگر ما مطالعه کنیم در داخل خود 6 مولکول آب داره، اما زمانی که اگر ما این را حرارت بدیم بیرنگ میشه. به خاطر چی بیرنگ میشه؟ به خاطر آبی که در او از آب خود دست میتره رنگ سفید به خود میگیره، اما اگر دوباره برش آب بدیم رنگ آبی به خود میگیره. این یک مخلوط گفته میتونیم، خود از جامد است، اما چون در خود 6 مولکول آب داره، پس این را گفته میتونیم از جمله مخلوط مایع در جامد میباشه. خب نوع دیگر مخلوط که می باشه عبارت از مخلوط مایع در مایع. مخلوط مایع در مایع به این معنا که دو مایع را با هم دیگر یک جا کنیم، ما مخلوط مایع در مایع گفته می داریم. این بیشتر در دواخانه ها و شبخانه ها استفاده میشه. مثلا الکل را که استفاده میکنیم او 100% نمی باشه، حتما در خود آب داره. پس هر دوی از اینا که با هم یک جا میشه مخلوط مایع در مایع را می سازن. که می بینیم که اینجا این آب می باشه. آب یک نوع مایع است و این هم استیک اسید یا تیزاب ضعیف. تیزاب ضعیف یا استیک اسید شما می فهمید که مایع است. پس دو دانه مایع را با هم یک جا می سازیم. این تیزاب سرکه که در خانه های خود استفاده می کنیم. یک نوع مخلوط دیگه تشکیل شد که عبارت از مخلوط چی؟ مایع در مایع. و همچنان نوع دیگرش که می باشن مخلوط مایع در گاز می باشن. مخلوط مایع در گاز یعنی امی سنگ پای گفته می تانیم، گاز در جامد، گاز در جامد یعنی غبار امی خود امی آب و هوا که می باشه گاز است. و زمانی که او در یک در نوشابه ها که ما گاز داخل شده، از امو خاطر چی میکنن؟ زمان که ما باز میکنیم فشار تولید میکنن، گاز در جامد است. و همچنان اما قسم دیگه مثالایش هم گفتم میتونیم. خوش آگرده عزیز، با هم یک جا درس خلاصه و جنبندی میکنیم. در درس امروز خود خواندیم که مخلوط ها رو گفتیم چی است؟ یک جا کردن دو یا چند مواد
قسمی که در او تعامل کیمیاوی صورت نگیره، گفتیم که مخلوط ها و نون هم می باشن، مخلوط جامد در جامد، جامد در مایع و همچنان جامد در گاز، و بعد از اون مایع در جامد، مایع در مایع و مایع در گاز، گاز در جامد، گاز در مایع و گاز در گاز. خوش شاگردای عزیز، با امید اینکه درس امروز به بسیار خوبی یاد گرفته باشین. شاگردای عزیز، کارخانگی شما همی است که به امینونه و مخلوطی که از خودتان فکر میکنین یک مثال برای